زمانی که جوانان جای نماز را هموار می کنند، موترها با سرعت از کنارشان می گذرد. این جاده های شهر خرطوم را که لحظات قبل از افطار یک شام است به نمایش می گذارد. سودانی ها ماه مبارک رمضان را با آداب و فرهنگ خاصه که تزیین جاده ها و تهیه غذا شامل آن است رعایت می کنند. یکی از باشندگان ناحیه الدایم شهر خرطوم می گوید که این رسم و عنانات ماست تا مردان در جاده افطار کنند. یکی از رسوم و فرهنگ ما این است که در ماه مبارک رمضان در جاده ها افطار کنیم. هدف از این کار ما تقسیم افطار با کسانی است که ممکن به موقع به مقصد سفر رسیده نتوانند. این یک فرهنگ قدیمی ما است که از دهها در سراسر کشور رایت می‌گردد. سودان مشکلات سخت اقتصادی را پشت سر گذاشته است. پس از کودتای سال 2021 کمک‌های مالی بین المللی برای این کشور متوقف شد که بودجه ملی و سایر پروژه‌های انکشافی را متاثر ساخت. باشندگان خرطوم میگویند که تورم اقتصادی در این جاده ها نیز احساس می شود. آنها میگویند کمبود مواد غذایی اساسی از جمله آرد که در اکثر غذاها مورد استفاده قرار می گیرد و در این ایام یک غذای رایج در جهان عرب به شمار می رود وجود دارد. واضح است که قیمت ها و همه چیز در حال افزایش است. ما با وجود این که با شرایط نامشخص اقتصادی روبرو هستیم و برای ما نیازهای روزمره زندگی فراهم نمی شود و از آن رنج می بریم، با آن هم برای همه چیز از خداوند شکر گذاریم. قیمت انواع گوشت ثابت نیست، اما سبزیجات بد نیست. ما جز قناعت چاره دیگر نداریم و مهمان نوازی که در کشور ما رایج است، ما سودانی ها به یک دیگر کمک میکنیم. ماه مبارک رمضان برای سودانی ها ماه خاص است و آنها تلاش میورزند تا رسم و عنانات منحصر به فرد خود را حفظ کنند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.